باید بدونم این پول از کجا اومده. حلاله ماشین زیر پا اومد مامان فروختم. نصرت مگه نفهمیدی فردا مامان گندم داره میاد که بریم قرارداد ببندیم بریم تو اون خونه. قرارداد مدرک میخواد یا نمیخواد؟ من مدرک ندارم پس همه چی کنسل. افروز خانم مدارک مونده خونه داوود. تو که کلید زاپاس داری فردا برو مدارک از خونه داوود بیار ببریم قراردادو ببندیم. دوره چهارو بذار صفحه کری بزن ببینم چه برای سرش آورد. داره پاره میکنه شجرنامه منو. این داره شجرنامه منو پاره میکنه. این هر کی هست نصرت باید بدونه این داستانش چیه. جواب بده شما کیفش. افتاد چه چه افتاد از دیروز که قرصمو نخوردم تا یه جوریم بخور آبچی. نه این که من قایم اکی میخورم قرصمو مونده اون خونه. بهروز برو دنبال این نصرت ببین کدوم گوری رفته. نبارم پیدا کن آقا بیا خود داستان خود شما. برو برو تو بچه گاه برده بیارش بخواه میارو کشمش برو 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 بهروز بودو این شجرنانش رو فهمیدن که تو پاره کردی. تکاش کن بگه آلوشی مشتک کجاست که همچه شقاباتی با من کرده. وام تا بخواد جور بشه طول میکشه. اینو بگیر هرچی دلت میخواد بنویس. برای وام باید کلیتون رو باید بنویس. من وامو گرفتم پول وامو میدم به شما با شما تسویه میشن دیگه. اگه میخوای لطفی بکنی منو فقط دوست بابات ندون. یعنی چی؟ نسل شما با نسل من فرق میکنه. حق بده که من خواسته بری کردم بلد نباشم. تو فکر کردی با پول کمه چی میشه خرید؟ چی دقیقا با دو من مریضم بگی با بر بار سر بیا بده امه جون بتره که چه کسی که تو رو چک زده. حالا معلوم میشه کی چک زده. پسرم تو بخون اسما رو. نه اینجا من مریضم. بشه به جای باز رو من بخونم. بیرو تکور از همینجا بگو. خاله جون میشه به جای پارسا من بخونم؟ نه این بچه بخونه بیقلقش دلش صافه. خاله جون من که به خاطر چشم و نظر و این چیزا مریض نشدم که قرصمو نخوردم. حالم بچه با همون چرا نخوردی؟ اونجا جامون. خب همون چرا جامون؟ مامان افت عمه افروز رونیکا
آجی پریا، پوریا، دورنیکا، امو بهروز، دایی نصرت، بابا فیروز. نیا کن چه کرد؟ چه کرد؟ سر اسم فیروز شکست؟ بله دیگه، من که میدونستم سر اسم فیروز میشکنه، فقط گفتم حالا اون بچه بگه که نانو تو کار نیاد. خاله جان، اونقدر که شما با شنیدن اسم من بر بدنه تخم مرغ فشار آوردی، به زغال سنگ فشار می آوردی، دردی تبدیل به الماس بنفش میشد. چشمشو ربطی به فشار نداره، چشمشو شطور رو تو دیگ میکنه، آدم رو تو گور. خاله جان، یعنی شما الان منظورت اینه که من خواهر خودمو که نور چشم منه، پاره تن منه، فیروز، بعد از عفت امید زندگی منه رو چش زدم؟ من چش زدم؟ یه حرفی میزنم؟ چشم شور دامن همه چیو میگیره، پاره تن منم نمیشناسه. همین امروز که من میخواستم بیام تو، که مونده بودم اون بالا، که نمیتونستم بیام، که میخواستیم به من قرص بدین، که اون طرف افتاد پاش شکست بنده خدا، خب همش به خاطر چشم شور تو بود دیگه. بله، با این دریاچه نمک چشات دیگه الان فکر کنم نصرت بدبختم رو تخت قصار خونه است. همین الان که داری حرف میزنی. خدا نمیدونه خاله، خدا مرگم بباره. ماما اینه همش که خرافاته. خاله جون، از بچگی همه به بانمک بودن من اذعان داشتن، ولی چشم شورم هم الان از شما دارم میشنوم. بعدش هم تمام این اتفاقات از بد به برود شما به من سه ظهور رسید. از بد به ورود من؟ پس بذار یه چیزی رو واسط روشن کنم، تا حالا نگفتم، یک بارم میگم فقط. زندگی کل طایفه سوزنچیان و پالاندوز به دو بخش تقسیم شده، قبل از بد به ورود تو، بعد از بد به ورود تو. بله، اون موقعی که با نصرت آشنا شدی مادرم مرد، بعد از یه مدت اومدی خواستگاری عفت، بابام مرد. دو هفته بود تازه عقد کرده بودیم، بابای اینا مرد. بعدش هم که پوریا دنیا اومد، خواهر خدا بیامرزم مریض شد. دیگه چی؟ دیگه چی میخوای؟ همینه دیگه. الانم خودم در خطرم. بابا زنگ بزنین این نصرت بیاد، بابا به داد من برسه تا خونه خراب نشدم از چشمای شور اون. بله چشم. خاله جان، شما خودت جون خودتو با اون کوویدت که معلوم نیست دلتا چنده گذاشتی کف دستت، انر انر پاشدی اومدی اینجا، بعد نگران خونه خراب شدن خودشی. اون دیگه به شما ربطی نداره، زنگ بزنیم بیاد نصرت، کارش داره. زنگ بزنیم حالا، یه کاری داره، موبایلش خاموشه، ولی چشم زنگ میزنم. عمو صاحب خونه بشو بهترین موقع بود که من سر منفجر شد. تریک داشت خودش. چای میخوری خاله؟ عمو صاحب خونه. مدام چی روز کار تعطیل کردی؟ تعطیل چی چیه؟ کار رو تموم شده. بیا ببین این چیا از روزی اول هم بهتر تحویل شما. یعنی کارشناس بیاد ببینه انقلت نمیاره؟ من تو چاکنی از کارشناسا، شما هم کارشناسترم، اگر اومدید فقط کیف میکنه. بلد باش. خدا بشه. حالا چقدر میخوایی بدی بهمون؟ همونقدر که تیه کردیم. حالا یکم بیشتر بدی به جای بر نمیخوره. بله، فوقش پسنداز میکنیم. یه پشتوانه یه میشه برای ما. نکنه انتظار دارین جور رونق اقتصادی که قرار بوده حادث بشه ولی نشده رو من باید بکشم؟ برادر من همینم خیلی زیاده. اومدین خوندین خوردین خوابیدین، حالا اون وسط یه کلنگم زدین، ولی کارگرین دستون درد نکنه. کارگرم قبل از اینکه عرق تنش خوش بشه باید دستمزدش بگیر. بفرم. مش خود دا یه دنیا قبولت دارم عزیزم. گلی به جمال. بفرم. دست و درد. بفرم. عجب رسمیه، رسم همونه، thank you.
بله بله بفرمایید. سلام آقای مشتاق. صبوری هستم، مربی پوریا. بله بله یادم اومد، اصلا خود شما اسم پوریا رو خوندین. ببخشید اینجا در پلون ببرین نردبون هست، میتونین بیاین بالا تشریف بیارین داخل، من در خدمتتون. ممنون. راستش من اومده بودم یه خبری رو بدم که الان یکم هول کردم. بچه میشه شما بگید؟ آقا چرا ما خبر بدو بدیم؟ بالاخره تجربه میشه براتون که اگه باختیم بتونین خبر بدم بدین، اینم درس زندگی دیگه. مربی که نباید فقط بهتون تکنیک یاد بده. آقای صبوری حالا درس زندگی رو بذار برای بعد، به من بگو چی شده. آقای مشاق راستش من آخرین باری که خبر بد دادم 5 سال پیش بود که همون خبر بد شد عامل اتفاقای بد دیگه. لطفاً از من نخواهید که سکته میکنم. پسرم طوری شده؟ بله. سرش کی جفته؟ بله. از پله ها افتاده؟ بله. از بالای پله ها؟ نه از وسطاش. لابد الانم بیمارستانه؟ بله. بیمارستان کجاست؟ جایی که بیمارا رو بستری میکنن. منظورم اینه که کدوم بیمارستان؟ شما که با این حالتون نمیتونی رانندگی کنی، تشریف بیاریم و میرسونیم. عزیز من شما نصف نفر آخرتون رو عواز، کجا منو میرسونی؟ اسم بیمارستان چیه؟ اسم بیمارستان چی بود؟ نمیدونم اسمش چی بود؟ اسم خوبی داشت. خاله ببین چقدر خوش اخلاق است، خواب بلند شده این نصرت میمونه. بگیرشون و سرما میخورین و خاله میخواد نگران من باشی. از کرونا که دیگه بدتر نیست که. خاله لباس تو عوض میکنه. افت وای نگفتم چشم شوره، حتما یه بلای سر خواهرزادم نصرت اومده دیگه. آره خدا نکنه. خاله خدا بیا داری میزنی. بیا افروز اینو بگیر. نه خونه چی شده؟ بله سر نصرت اومده؟ فکر کردی به خاطر خانداده شد تو دارم هنجرم رو پاره میکنم؟ نه خیر، پوریا حالش بد شده بردنش بیمارستان. پوریا؟ بریم بریم بریم. خدا مرگم بده. چرا؟ کدوم بیمارستان آدرسش چیه؟ انتظار داری من الان برای کروکی بکشم؟ بریم آی خدا بریم. من نمیام. داداش چی شد؟ میدونم خیلی جاها میتونستی مچمو بگیری ولی دستمو گرفتی. من اونطور که باید شاید نتونستم شکر نعمتایی تو رو به جا بیارم، پس خیلی نمیتونم انتظار داشته باشم. اینو میذاریم کنار. ولی پسرمو از تو میخوام. بریم. چشم شورش دامن نصرت نگرفت، دامن بچه خودشو گرفت. از قدیم میگن چاه نکن برند کسی، اول خودت، دوم کسی، دروغ میگن، راست میگن دیگه. نگاه کن انقدر چشم شور. صبر کن یکی اینجا نردبونم بگیر. پیروز بیام محکمه، نردبون محکمه، نترس. دست این کلوب آجی مواظب باش. مواظب باش پیروز. پشت زنی پوری ها پله افتاده. چی؟ چی؟ بالای پله ها؟ نه وسطش. جان تو چه فرقی میکنه؟ بیا مادر بیا بیا. بله بردنش بیمارستان حالش بده، ما هم داریم میریم همونجا. بشین بریم بشین بریم. نه 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 سب کن. افروز زنگ زده تاکسی اینترنتی، اونها داره میاد. بیا مادر. عزیزم وقتی خودمون ماشین داریم تاکسی اینترنتی میخوایم چیکار؟ بشین بریم. خیلی خوب بشین بریم. من نیام تو بیای چیکار؟ حالا خود دو تا مریضم اینجا افتادن، یکی باید باشه اینجا ازشون مراقبت کنه. فیروز جون اونجا بیمارستان، قربونت برم منو بشناسن، شاید کارتون رو زودتر را بندازن. فیروز خانداداش هم راست میگه، شاید 4 تا دکتر بشناسنش. کی اینو میشناسه؟ کی منو میشناسه؟ فیروز بیا پایین. کی میشناسه؟ کی منو میشناسه؟ بگو بهش بگو. نه بله واقعا امروز یکی نصرت زود هنچنان شده. بفرما شناختش واقعا. بفرما بذار بیاد، شاید از برشش بتونیم استفاده کنیم. اگه به قول خواهرت برش داری برو کنسلی این ماشینو بده. سوار شین. آره سوار شو. ببخشید خانداداش، ببخشید. آجی آجی خبر نذار اینا. باشه در خودت. این خبر نذاری لازم شد زنگ بزن منم بیام. آجی شما تاکسی اینترنتی هستین؟ علی چقدر میشه؟ 70. فقط میخوام کنسلش کنم. قربونت برم. بله میدونم بعد پرداخت.
سلام آقای مصطفی. جانم سلام. شرمنده من یه ولسر پوریا بودم، آقای سوریا فرستادم. کجا سلام پوریا؟ سر راه سمت راست. بچه‌ام گفتن تو اتاقه. من اسمش پوریا مشتاق، عضو تیم ملی کبدی ام هست. اگه اتفاق خاصی افتاده به ما بگید، ما طاقتش داریم. آقا واقعیت دیگه. آروم باشین، چیز خاصی نیست. چیز خاصی نیست که بچه من دراز به دراز رو تخت بیمارستان افتاده آقای دکتر. آقای دکتر، پسرم از بالای پله ها افتاده. بعد چیز خاصی نیست. بله، هم که شما میگی. مطمئن باشین ما چکاپ کردیم، مشکل خاصی نداره. احتمالاً مشکل از چشماش باشه. چشماش؟ چی شده؟ چه مشکلی داره چشماش؟ حدس من تنبلی چشمه، ولی همین هم از پله افتاده. امکان نداره آقای دکتر، ما تو خانواده ما اصلا سابقه نداریم، ما حتی عینک هم نمیزنیم، چه برسه به تنبلی چشم. بله بله آقای دکتر، ما فقط یه تنبل داریم تو فامیل، اونم دایی خودش. بله نه، ما البته تنبلی چشمی نیست، تنبلی بدنیه، لشتوره. حالا وقت شوخی به هر حال، چون مربیش هم خواسته تکلیفش مشخص شه برای تیمش، من هماهنگ کردم سرومش که تموم شد یه معاینه چشم بشه. میتونیم ببینیمش؟ بله، ولی نه دست جمعی، یکی یکی. بله، یکی یکی. نه نه کس من نمیتونم دیگه. تو باید بری اول از همه تو، تو رو ببینه قوت قلب پیدا میکنه. بابا جو راست میگه دیگه، شما اول باید بری تو. اول آخر نداره که، من طاقت ندارم پوریا رو رو تخت بیمارستان ببینم. فیروز عزیزم، دیدی که دکتر گفت هیچیش نیست، اصلا من اول میرفتم، ولی من دوست دارم اول تو. نه اول تو. نه واقعا اول تو. نه اول. نه اول تو، من میریزم. اول تو، به خاطر اینکه من اگه اول برم به زرس قاطع و قطع به یقین تا ببینمش رو تخت مثل منار جنبون نصفهان میلرزم و نمیخوام اون لرزش منو ببینه. جان تو. خودم میرم. بگیر به من. بس اول تو. میام. پارسا جان شما کجا میری؟ مگه دکتر نگفت یکی یکی؟ من بچم، یکی حساب نمیشم. با قوی و محکم میری. اونجا آدم برای چی میره بالا پله؟ رفتی برای چی؟ حواستو جمع نکن، برای چی افتادی؟ دست پات سالمه؟ آره ماما خوبه. جای درد نداره. نه مامان اینا تکون بده. نکن. خوبی؟ آره. خب مادر، حالا رفتی بالا پله، چرا حواست نبود؟ چرا افتادی؟ تو فکر نکردی از اون بالا بیفتی سر بخوری یه جای خورده کنی؟ من باید چی کار کنم؟ تو فکر نکردی که بیفتی دست پات بشکنی؟ من باید چی کار کنم؟ گشت میگرسه میگه. ماما نایمده؟ نه، داره با دکتر حرف میزنه. دکتر گفته خیلی حالم بده؟ نه قربون، شکل موهد میشم، گفت فقط اول یه چشم داری مثل دایی. بابا گفته. بابا کی میاد؟ تو که میدونی طاقت نداری تو رو تو اینجور جاها ببینی. چی کار داری میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ نمیشه بگی بخواب بگی، نمیمیری سرم دستته؟ خب سرم هم میگیرم دستم. نه خیلی، بعد هم میریم باش حرف میزنیم، باید بریم دکتر دیگه. اینجا دوباره باید بریم دکتر؟ بله باید بریم چشم پزشک. بخواب بخواب ماسکتم بکش بریم. ما همه هماهنگی ها رو انجام دادیم، شما هم خسته اید تشریف ببرید. امری بود ما در خدمت بچه هست. بچه شما درد نکنه، شما تا همجاش هم خیلی زحمت کشیدین، الان دیگه خانوادهش اومده کنارش هستیم، شما تشریف ببرید. دستتون درد نکنه. خوبی هستیم، شما اگه ما تشریف ببرید مشکلی نیست. خیلی ممنون. متشکرم. خدا نگه. بابا جانم
یه پولی یا طوریش بشه من خودم نمیبخشم. چه حرفیه یعنی چی؟ مگه تو مقصری؟ مگه تو اپلو این بخش باییم؟ من خیلی دعا کردم که پوریا بره تیم ملی، ولی وقتی انتخاب شد اکسیشو بزرگ زد اینجور در قالی جوی همه بهش افتخار کردیم، قربو صدقش رفتیم، حسودیم شد، ولی نه از ته دلم، ولی دعا کردم، دعا کردم یه طوری بشه دیگه نره، که بمونه خونه کمتر ارد بده. همینطوری گذاشتی برن؟ چیکارشون کنم؟ قپونی پابم میزدم نگرشون میداشتم. اوه بچه رو سعی و سالم تحویل اینا دادیم، اینا بل کردن این بچه رو به امون خدا که این اتفاق افتاده دیگه. بهروز چا؟ کار ما اونجایی خراب شد که گفتیم چرا خونه رو بل کردی به امون خدا، چرا ماشین رو بل کردی به امون خدا، چرا بچه رو بل کردی به امون خدا. به امون خدا بل نکنی می فهمی؟ بله، چرا نفهمم؟ بله. بهروز میدونی مشکل ترین کار دنیا چیه؟ بله، بله. چیه؟ اینکه به یکی علاقه داشته باشی ولی نتونی بهش ابراز کنی. مثل من که مثلا خانم گوسایی رو دوست دارم ولی نمیتونم بهش ابراز کنم که دوستش دارم. خوش به حالت. جانه جان. آقای دکتر محبی به بخش داخلی، آقای دکتر محبی به بخش داخلی. خانم شما بچه داری؟ نه. پدر که داری؟ بله. منم پدرم، اجازه میدیم به خاطر پدرتونم که شده من 2 دقیقه با این میکروفون صحبت کنم. بفهمید. 1 2 3 1 2 3. آقا اون دکمه رو باید فشار بدیم. اینو؟ بله بله. 1 2 3. پوریا بابا ما این بیرونیم، من و خواهر تو عمو بهروزه. من بی قیف و قپی دلشو ندارم تو رو تخت بیمارستان ببینم. یعنی هیچ پدری طاقت نداره بچهشو اینجوری ببینه. ایشالا برای هیچ پدر مادری پیش نیاد که بچهشو رو تخت بیمارستان ببینه و بره تو آمپاس. خدا قربونش برم، خودش ایشالا همه بیمارا رو شفا میده و این دکترها بیکار میشه میرن خونهش. من به زر صفاته و قطع به یقین مطمئنم خودشونم همینو دوست دارم. دلشون نمیخواد هیچ مریضی تو هیچ کجای دنیا باشه. من نمیدونم ته دل کجای دل، ولی از همه اونایی که صدامو میشنون از ته دل برای شفای بیمارا یه دعا و یه آمین میخوام. Thank you.
زندان خانم رسیدیم. ممنون. خواهش. ببخشید یکم دیر شد، تازه شدم عین خودت. می‌خواستی بری مدرسه دیر می‌رسیدی، می‌خواستی بری مهمونی دیر می‌رسیدی، یه وقتی هم اصلا کلا نمی‌رسیدی. می‌دونی تو این من نشدی که این مامان چیه، همیشه یه جواب اینجوری تو آستینش داشت درجا میگفت. بله شوخی کردم، می‌خواستم زودتر بیام یکم اوزام به هم ریخ. چطور خوبی الان؟ آره مگه میشه شما رو ببینم خوب نباشم؟ شما خوبی؟ خدا رو شکر من خوبم، داشت حالم بد میشد. دیر کرده بودی، بعد دیگه صدام زدن، همین که گفتن رسول گماسایی بیاد حالم دیگه بهتر شد. ببین اینجا اسم مدرسه نی که اسم تو صدا بزنن بیترسی و هول کنی و اینا، بهترین لحظه اینجا همین. اسم تو صدا بزنن بگم بیا ملاقاتی، شاید همیشه خوب باشی. خیلی دلم برا تو داشت تنگ شده. من که اینجام زود به زود میام میبینم. میشه یه پشت شیشه که مثل نزدیک نمیشه که. داداشم دارم با ماما میان تهران. چیزی که بهشون نگفتی راجع من؟ قول دادم دیگه، الان شما وسط شانزلیزه داری قهوتو میخوری. چیزی نمیخوای بابا؟ چی؟ برات بیارم هم پاریس دیگه. خیلی دلم برا داشت تنگ شده، دفعه دیگه اومدی یه عکس ازشون بگیر بیار. عکس تو بس حسابی ها نشون اسم عکس سیر سپوله یادته؟ بابا آره دیگه، یه عکس گرفتی نه سیر سپول توش بود، نه من بودم، نه مادر نصف فامیل نبودم. الان دیگه هنری شدی ببینم چی کار میکنی. اصلا من عکاسی کار نمی کنم و عروس عکسازی هم. شما هم شم هنریه دیگه داری. شم هنری من به شما رفته، یادت با خنزر پنزرهایی تو خونه برام عروس عکس ساختی؟ یادش بخیر. قاب دستمال مادرتون نمیدونم دم کنی و جوراب و کش و مهم اینه من هم موقع فهمیدم بیشتر دوست دارم عروسک بسازم تا بخرم. خوبی بابا؟ لباساتو شستم؟ دادم نگهبانی یادم نره بگیری یا؟ حالتو میگم خوبه؟ آره خوبم، چند بار میپرسی؟ به من هم دروغ؟ به بابا هم دروغ؟ چشا داری میگه گریه کردی؟ گریه از سر ذوق، دیدمت گریم گرفت. گریه از سر ذوق چش آدم برق میزنه، ته چشمات داره میگه قصه ای توشه. بله آقا جون. یکم دلم گرفتن بابایی. یه چیزی یادت باشه، هر وقت دلت گرفت یعنی من دارم بهت فکر میکنم. ببینم دلت میاد دلت بگیره بابا انقدر دوستت داره. بابا جان ما بالاخره اون موقعی که دوره هم بودیم گرفتار بودم، گرفتار کاروبار بودم، نشد اونجوری که باید پدری نکردم. میفهممش. دلم نمیاد که اینجوری بخوام ببینمت بابا. وقت تمومه. بروجک بابا صدری شد. بابا من فکر کنم این صدری اگه میخواست تا الان کاری بکنه کرده بود. من رو نگاه کن، یه کوچولو دیگه تحمل کن، من از اینجا بیرونت میارم، قول میدم. به مامان تو داری چیزی نمیگی که؟ از اونها چیزی نمیخوای یا؟ نه دیگه، قول دادم. اصلا تا شما بیرون نیا هیچ که قرار نیست بفهمه. تمومه، بفرمایی بیرون، وقت ملاقات تمومه. برو بابا جون، برو دخل. موزه خواهی باشی. همه همونه.
همانا. کاری زیادی نداریم ما. بیکاس. باز. باز باز. باز باز باز. حالا مردمایی که تو به سمت چپ بچرخون. سعی تو بچسبون به دستگاه. آها. حالا به سمت راست. نه مردمایی که تو عزیزم. مردمایی که تو بابا جان. به سمت راست. نه مردمه که چشتو به سمت راست. مردمه که تو به سمت راست. فکر نزن. فکر نزن آده. فکر نزن یا خب حالا برعکس. بابا جان منظور آقای دکتر از برعکس اینه که جای چشمت عوض کنی. برعکس یکش خب داشتم به چشم به دستا. پلک نزن مادر. اقا پلک نزن دیگه. همینجور نگه دار بجا آقای دکتر عکسشو بگیره. خب حالا راست حالا چپ همینجوری فیکس تکون نخور. فیکس تکون نخور. پلک نزم. نه پلک نزم. نمیزنم. خب شما اون برای تشریف داشته باشیم. بومه چشو چالت برم. خب آقای خوری. نه ضعف نداری؟ منظورم اینه که غذا خورده؟ یه پاکت چی؟ پوریم. یه جوری داری میگه الان آقای دکتر فکر میکنه ما نداریم. آقای دکتر من خودم خوشخوراکم. اصلا کل خانواده خوشخوراکیم. تو مگه هر روز صبح موز نمیخوری؟ یه نصفه. حالا یه نصفه. میخوری یا نمیخوری؟ بله میخورم. ولی خانداداش هم ما رو امروز صبح دعوت کرد کله پاچه ای. اما نخوردیم. بله. ولی؟ عوضش نون و پنیر لیقوان کمچرب و گردو خورده. بله یه لقمه. دیشبم من اتفاقا دم پختک درست کردم با ترشی غیر لیته از این تیکه درشتا. خیلی جذبی. خب این اگه ضعف بدنی نباشه احتمال مشکل چشم بیشتر میشه. من تشخیصم این نیست. من بعید میدونم به خاطر اینکه من هر هفته دارم آب هویج میگیرم میدم همه خانواده میخورن. ولی خب برای شما چه فنون که از قبل از عید آب میوه گیری خرابه. ولی فیروز جون از موقعی که آب میوه گیری خراب شده من این هویجو میگیرم با این قسمت ریز رنده اینجوری رنده میکنم میکنم کاسه کاسه میدم بچه با قشق بخورن. بنابراین از نظر ویتامین هویجی ما اغنا و اشباع هستیم کل خانواده. ویتامین آ. بسرم به من نگاه کن. ببین من هر کدوم از این علامت ها رو بهت نشون دادم با حرکت دستت به من بگو چپ راست بالا پایین یا راست. چشم. باشه؟ خب یه چشم تو بگیر. چشم. پروتکل. ترسیم. کروناش دست نزن چشم. عزیزم دست تو لازم نیست بچسبونی به چشمت. همینجوری دور نگه دار. با فاصله. چشم. حالا حواست به من باشه. این. این. این من قوزک پایین قوزک پام درد میکنه ها. یاد باشید دکتر. این ماشین رو سمت چپ باز کردیم دیگه. این بقبلیه که میخواستی خریدون سمت راست بود دیگه. بله راست. اون قبلی خانه رفته اون یکی چشتو. چشم. نه عزیزم وقتی میگم یه چشتو بگیر یعنی اون یکی چشتو نگیر. نه دکتر داره میگه که اون یکی چشتو بگیر. اینو بر من متوجهش اونجوری. چشم فرد داره پسر. خب این 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 خاله پایین بود دیگه. بله این خدا کنه خاله بالا نیاد. آره این خدا کنه خاله از دنده چپ کنشه. این اینو میبینی؟ اینا رو نمیتونم ببینیم. آخه چرا نمیتونی ببینیم؟ اجازه بدیم من دوربینشم چک کنم.
یه دونه از این عینکا رو بزن به چشم. چشم. خب اینه که ببینیم. این اینه. این اینه. این این آقا چرا بهش تقلب میرسونی؟ مگه مدرسه هست که اگه اجتماع مگه مردود میشه؟ آوردیش اینجا من معاینش کنم بفهمم مشکلش چیه؟ بتونم به تشخیص بدم؟ ای بابا تشخیص ببینیم اون بر بشینین آقا. من عذرخواهی میکنم، یعنی همسرم، یعنی ما فکر کردیم که اگه این اشتباه بگه با شما ناراحت میشین، عصبی میشین. مثلا من هر کاری کردم فقط در راستای خوشنودی شما. من خوشنودم آقا، بفرما. پسرم حواست فقط به من باشه، این بر اون بر رو نگاه نمی کنی ها. من بعد به تیمت یه گزارش کامل بدم. چشم. پسرم ببخشید آقای دکتر. آقای دکتر ازت سوال میپرسم. بله. هول نمیشی، قشنگ نگاه میکنی، مکس میکنی، بعد جواب میدی که این شک و شبهه برای آقای دکتر برطرف شه که تو چشات زردالو گیلاس میچینه. فیروز جان آلبالو گیلاس چی؟ آلبالو گیلاس. زردالو گیلاس؟ نه فیروز جان آلبالو گیلاس. عزیزم جفتش هسته داره که زردالو گیلاس. بله مثاله، میگن آلبالو گیلاس. میخوای زنگ بزنم خاله بپرسی؟ نه من بین خاله و تو که تو رو قبول دارم لعنتی. بعدش هم آقای دکتر گفت امتحان نیست. دقت کن، امتحان نیست که درقی بگم وقتم اون بر یا بالا. دکترم که ترس نداره، اینو زور کشیدم. فیروز جان بچم که اصلا نمیترسه. آقای دکتر این کوچولو بود، من همیشه براش این شعر رو میخوندم. دکتر که مهربونه درد منو میدونه، با شادی و با لبخند میگه مریض کوچولو کوچولو کوچولو. خانم میذاری من به کارم برسم؟ چه کارتون انجام بدی؟ من اصلا میام جلو که شما خیالت راحت باشه من نمیرسم. من اصلا حرف نمیزنم. این آقا میشه یه لحظه ساکت باشی؟ ببخشید من اصلا دست خودم نیست. این آقای دکتر اونو که من دوچشی هم نمیبینم. منم نه. دوست دارم مامان. منم دوست دارم عزیزم. حالت خوبه؟ آره مامان خوبه. بهتری؟ قرصامو نخوردم اینطوری شدم. حالا دیگه من باید از دهن اینو بشنوم؟ منم اینقدر غریبه شدم؟ بیا برو بابای قربونت برم من. بیا برو استراحت کن، مامانیم استراحت کن. برو جان خواهی بری، منم که اینجا هم که. برو عزیزم برو. عزیزم دور نگاه، بده بغلم بچم. نه آرومه، تو راحت استراحت کن. خب همه همین امروز فهمیدن. من با همه کاری ندارم افروز، به من نباید میگفتی؟ تو میفهمیدی کاری از دستت برمیومد با این همه گرفتاری؟ یعنی چی؟ نصرت تو خودت اینقدر مشکل داری، کارت هست، خونه هست، حالا این وسط من هم میشدم قوز بالا قوز؟ چند وقته؟ خودم یه 2 ساله فهمیدم. دکتر رو چی میگن؟ یعنی میگن برای چی اینطوری شدی؟ دکتر میگه به خاطر استرس. استرس؟ تو که استرس نداری افروز؟ تو برای چی بود استرس داشته باشه؟ آخه قربونت برم من، مگه ما کم و کسری چیزی داریم؟ کم و کسری نداریم نصرت. حالا تو همه که زندگی ها که اولش خوب نیست، بعدا یواش یواش خوب میشه.
الان اولشه؟ من نمیدونم چند سال باید طول بکشه زمان بگذره که اول زندگیمون بگذره تموم شه. آره آره اولش نیست، ولی خب اوکی میشه، نگران نباش. واقعا همه چی خوبه نصرت. حالا اوکیه اوکی نیست، یعنی اوکیه اوکی بود ولی الان نیست. حالا خود خدا کمک میکنه اوکی میشه، نگران نباشه، استرس نداشته باشه. نصرت ببین، من زندگیمونو خیلی دوست دارم، میدونم که تو هم همه تلاشتو میکنی که به ما خوش بگذاری، فقط نمیدونم چرا خوشی رو زود میگذره، بقیهش میمونه نمیگذره. میگذره رفروزشون میگذره. من مثل یه مرد بهت قول میدم که همه چی رو درست کنم، همه چی، کم و کسری هم نداشته باشی. تو هم قول بده که خوب بشی قربونت میرم. خوب میشم، خوبم. من بدون تو نمیدونم چه خاکی باید به سرم بریزم. و افروز چیزی نیست، درست میشه، باشه؟ باشه. بچه هم بده، خوبم، میتونم بگیرمش، بده یا عزیزم، بگردم بچه همو چون رو بود خوابید میام. میبینی؟ میبینی بغلت خوابید افروز، خوابید خوابش. خوابید، به فکر من نیستی، به فکر این بچه ها باش، باشه؟ باشه. قربونش برم. هرچی هم لازم باشه به خودم بگو، من هر طوری شده برای تهیه میکنم. بابا نگران نباش بابایی، مامانت باید استراحت بابا عزیزمت بابایی حالش خوب میشه، نگران نباش. منو میگه بهت. حرفای احساسیتون تموم شد؟ غصه نخور، آفتاب از این داغتر نمیشه، غلامم از این سیاه‌تر نمیشه. بیا بیا تو اتاق این فکر کنیم. با تو بودم، بیا دیگه. بچه چرا این عجر معلق اونجا واشتادی؟ بیا تو درم ببن. چیکار میکنی؟ چی دارم پنجره باز میکنم که هوا جریان داشته باشه، کووید منتقل نشه. خدا نمیخواد اون وقت اونجا جریان پیدا میکنه، حرفای منم همه میفهمن. میخوام دو کلام باهات خصوصی گپ بزنم. ببنده رو ببن، پنجره رو. چش نگران کووید هم نباش، فاصله همون زیاده. بله خدا، جانم خاله چی شد؟ خاله جان چیزی شده؟ کسی حرفی زده؟ من شرمندم، ما تو خونمون تعمیرات داشتیم، افروزم حالش خوب نبود، ورش داشتم آوردمش اینجا که دور و برش شلوغ باشه، یه خورده تو روحیه‌شم تأثیر داشته باشه. قربونت برم، شما دفعه بعد تشریف آوردین قدمتون رو چشم من دست. آش اینجا، لواش اینجا، کجا برم بهتر از اینجا؟ عفتم که به اندازه کافی عزت احترام نگه می‌داره. فقط خیلی حیف شد که عفت زن این پسر فیروز. خیلی خیلی خاله، خیلی واقعا عفت حیف شد. آره حیف شد، من اینو گفتم. من اومدم اینجا بهت یه چیزی بگم و برم. بری قربونت برم، کجا میخوایی؟ شما تازه تازه از را رسیدی؟ نه برای اینکه بعد میومدم اینجا یه چیزی بهت میگفتم و میرفتم دیگه. خب ولی چی میخواستی بگی خاله؟ بشین بشم. جانم خاله جان پاشو. بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن، تو گفتم بشین تپ سر جور بزرگتر نشستی؟ خاله قربونت برم، خودت گفتی بشین. چه ماق زدی من نگاه میکنی؟ چی دارم تمرکز میکنم ببینم شما چی میخوای بگی، دقیقا منظورتونو بگیرم. قربونتون برم جان. تمرکز کن. میگم که خواهر خدا بیامرزم، مامانت روز عروسی بهت یه دونه مخدر داد، گفت اینو تا آخر عمر نگهدار. خب کجا سلام؟